así. خب و توی فلامنکو پی آی آ ام آی. حالا همین تکنیک ترمولو میتونه باز اون ضربات پیش به دو مدل با تکنیک دو تکنیک مختلف اجرا بشه که خب اینا صدایی که ایجاد میکنه با هم دیگه متفاوته. ترموله فلامنکو این 5 تایی در واقع میتونه باشه که ضربات پیش اوپیاندو باشه که صدای قوی تری یا تاکید روی پی ها داره یا نوتای بیسش، و تکنیک ترمولویی که ضربات در واقع پی یا همون پولگارش به صورت تریاندو اجرا میشه که من الان براتون اجرا میکنم. حتی اینا تماما با مترونوم پایین اجرا میکنم که دقیقا صدای اینا رو دونه دونه شما بتونید بشنوید. این ترمولوی هست که پیش تریاندو هست و به سیم پشتی یعنی به سیم پایینی تکیه نمیکنه. فلامونکو هم هستش. مبتدی یا آماتور که به دست اون نوازنده نگاه نکنه احساس میکنه که دو نفر شاید دارن ساز میزنن و یه نفر یه صدای زیرتر یا سولو رو داره اجرا میکنه، یا به قول گفتنی آماتور نوت با صدای سریعتر ریزتر میگن ریز زدن، و یک نفر داره یک سری نوت‌های بم و میونه اون نوت‌ها با زمان بندی خاصی اجرا میکنه، در صورتی که این در توانایی در واقع همون درس‌های کلاسیک و تکنیکی که الان ما اینجا ترموله 5 تایی که صدای پورتری میده توی تمرین فلامنکو. حالا با استفاده از مترونوم ما میخواییم روش تمرین کردن اینم به شما عزیزان آموزش بدیم. یک و دو و من روی سیم آزاد دارم این تمرین رو انجام میدم. یا آکورد میگیرم تویش یه ذره صورتمون میبریم بالاتر ببینیم چی میشه. از 50 روی 70 میذاریمش.
با صبر و حوصله باید انجام بدید تا بتونه به صدای پر شفاف و تمیز برسه. انگشتتون، انگشتایی که دارین ضربه میزنین، از سیم ها در واقع رد نشه، صدای بد در نیاد، انگشت سیم رو رد نکنه، به سیم بالایی ضربه نزنه. و در واقع این یه فالستا از همون در واقع دستگاه سولارس بود که زدیم که با ترمول من دوره براتون اجراش میکنم. حالا شاید دیگه اینجا الان یه چیز بیدیده دیگه بهش نگاه بکن، چون اونجا هنوز نخونده بودنش. فالستا از سولارس بود. حالا یه دونه یه تیکه ترمولای تنها هم میزنم که اصلا صدای ترمولای هم توی قطعه یه تقرار میشه گفتش که معمولی بشنویم. ترمولای پنجتای فلامنکو
ما مبحث تریمولوی با ضربه های پی یا شست هایی که به صورت تریاندو زده میشد روی سیم های بمتر ما رو درس دادیم. حالا باید بتونیم حتما تریمولوی هم بزنیم که انگشت های شستمون روی سیم ها بتونه ضربات اوپیاندو بزنه، که من الان کاپورم همینجوری میبندیم اجرا میکنم براتون. روی سیم آزاد اول میزنیم خیلی آروم. مهم قسمت شسته که اگه حالت زاویه شست رو نگاه بکنید، این از همه مهمتره فعلا توی این متد. متروم انجام خواهیم داد. با هم نشه، صدای شست خوب در بیاد و آیو ما هم خراب نشه.
Thank you.